دوستان عزیز، توجه کنید. به دلیل محدودیت امکانات، ترجمه و روایت این کتاب توسط هوش مصنوعی انجام شده است. لذا پیشاپیش بابت اشتباهات احتمالی در تلفظ کلمات پوزش می‌طلبم. در صورت تمایل به خواندن نسخه نوشتاری کتاب، می توانید به سایت رادیو NLP مراجعه کنید. با تشکر. نبرد پیشرو. پیشبینی‌های پیشگویان برای جنگ جهانی سوم. حق چاپ، رادیو NLP، نیویورک، ایالات متحده. فصل 1، مقدمه‌ای بر پیشبینی‌های جنگ جهانی سوم. نقش پیشگویان در پیشبینی رویدادهای جهان. نقش پیشگویان در پیشبینی رویدادهای جهان، به ویژه زمانی که صحبت از درگیری‌های بزرگی مانند جنگ جهانی سوم به میان می‌آید، موضوعی است که در طول تاریخ بسیاری را به خود مشغول کرده است. اعتقاد بر این است که پیشگویان که به عنوان پیشگوها یا پیامبران نیز شناخته می‌شوند، توانایی دیدن آینده و پیشبینی نتایج رویدادهای مهم را دارند. در زمینه جنگ جهانی سوم، پیشبینی‌های آنها از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا می‌توانند به طور بالقوه بینشی در مورد علل جنگ، تأثیر آن بر جهان و کشورهای درگیر ارائه دهند. در طول تاریخ، پیشگویان نقش مهمی در پیشبینی رویدادهای مهم جهان از جمله جنگ داشتند. پیشبینی‌های آنها اغلب بر اساس ترکیبی از شهود، طالع بینی و تکنیک‌های پیشگویی است. در مورد جنگ جهانی سوم، پیشگویان معروف پیشبینی‌هایی درباره علل جنگ انجام دادند که از تنش‌های سیاسی و بیثباتی اقتصادی گرفته تا بلایای زیست محیطی و پیشرفت‌های فناوری را شامل می‌شود. با جمع‌آوری این پیشبینی‌ها در یک کتاب، خوانندگان می‌توانند درک عمیق‌تری از محرک‌های بالقوه برای درگیری جهانی بعدی به دست آورند. تأثیر جنگ جهانی سوم بر جهان یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی است که پیشگویان به دنبال پیشبینی آن بودند. پیشبینی‌های آنها اغلب شامل پیشبینی‌هایی درباره ویرانی و تلفات جانی است در نتیجه چنین درگیری‌ها ایجاد می‌شود و همچنین پیامدهای بلند و مدت برای سیاست جهانی، اقتصاد و جامعه. با بررسی عمیق این پیشبینی‌ها، خوانندگان می‌توانند پیامدهای بالقوه جنگ جهانی آینده را بهتر درک کنند و خود را برای چالش‌های پیشرو آماده کنند. پیشگویان علاوه بر پیشبینی علل و تأثیرات جنگ جهانی سوم، پیشبینی‌هایی نیز در مورد کشورهایی که درگیر درگیری خواهند بود و دلایل مشارکت آنها انجام دادند. این پیشبینی‌ها اغلب رقابت‌های ژئوپلیتیکی، نارضایتی‌های تاریخی و جنگ قدرت را به عنوان عوامل کلیدی سوق دهنده کشورها به سمت جنگ برجسته می کنند. با بررسی این پیشبینی ها، خوانندگان می توانند تصویر واضح‌تری از پویایی پیچیده‌ای که می تواند منجر به درگیری جهانی شود و انگیزه های پشت اقدامات هر کشور به دست آورند. به طور کلی، نقش پیشگویان در پیشبینی وقایع جهان، به ویژه جنگ جهانی سوم، موضوعی جذاب و مهم است که بینش‌های ارزشمندی را درباره علل، تأثیرات و مشارکت کنندگان بالقوه یک درگیری جهانی آینده ارائه می‌دهد. با گردآوری پیشبینی‌های پیشگویان مشهور در یک کتاب، خوانندگان می‌توانند درک عمیق‌تری از نیروهای پیچیده در حال بازی در جهان امروز به دست آورند و بهتر خود را برای چالش‌هایی که ممکن است در پیش رو دارند آماده کنند. مروری بر پیشگویان معروف و پیشبینی‌های آنها. در این فصل به دنیای جذاب فالگیران معروف و پیشبینی‌های آنها در مورد جنگ جهانی سوم خواهیم پرداخت. این افراد که به دلیل توانایی‌هایشان در پیشبینی رویدادهای آینده شناخته می‌شوند، پیشگویی‌های جالبی درباره علل، تأثیرات و کشورهای درگیر در این درگیری جهانی قریب‌الوقوع بیان کرده‌اند. از طریق بینش منحصر به فرد آنها، ما امیدواریم که درک بهتری از نتایج بالقوه چنین جنگ ویرانگری به دست آوریم. یکی از مشهورترین پیشگویان تاریخ، نوستراداموس، پیشگوی فرانسوی قرن 16 است که گفته می شود حوادث متعدد جهان را به دقت پیش بینی کرده است. نوستراداموس در رباعیات خود جنگ بزرگی را پیشگویی کرد، کشورهای قدرتمند را درگیر خواهد کرد
و منجر به ویرانی گسترده خواهد شد. بسیاری بر این باورند که پیشبینی‌های او به جنگ جهانی سوم و عواقب فاجعه‌باری که برای جهان خواهد داشت اشاره دارد. یکی دیگر از پیشگویان معروف، بابا وانگا، که به نوستراداموس بالکان نیز معروف است، پیشبینی‌های وحشتناکی در مورد ظهور داعش و شروع جنگ جهانی سوم انجام داد. به گفته وانگا، جنگ در خاورمیانه آغاز خواهد شد و به سرعت به یک درگیری جهانی که قدرت‌های بزرگ جهانی را درگیر می‌کند، تبدیل خواهد شد. پیشگویی‌های او توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده و همچنان به گمان زنی‌ها در مورد آینده روابط بین‌الملل دامن می‌زند. در زمان‌های اخیر، سیلویا برون روانشناس به دلیل پیشبینی یک درگیری بزرگ جهانی در اوایل قرن 21 توجهات را به خود جلب کرد. برای اون درباره یک جنگ ویرانگر که شامل ایالات متحده، روسیه و چین می شود، هشدار داد که منجر به هرج و مرج و ویرانی گسترده خواهد شد. بینش های او بحث هایی را در میان کارشناسان و عموم مردم در مورد احتمال وقوع چنین رویداد فاجعه باری برانگیخته است. همونطور که پیشبینی های این پیشگویان معروف را بررسی می کنیم، مشخص می شود که جنگ جهانی سوم یک مفهوم دور از ذهن نیست، بلکه یک احتمال واقعی است که میتواند عواقب شدیدی برای جهان داشته باشد. با بررسی پیشگویی‌های آنها، میتوانیم بینش‌های ارزشمندی در مورد علل بالقوه این جنگ، تأثیر آن بر جامعه و بازیگران کلیدی درگیر در این درگیری جهانی به دست آوریم. توجه به این هشدارها و تلاش برای جلوگیری از تحقق چنین آینده ویرانگری ضروری است. علل جنگ جهانی سوم. علل جنگ جهانی سوم شبکه پیچیده‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای دهه‌ها شکل گرفته است. یکی از عوامل اصلی این رویداد فاجعه بار، ظهور ناسیونالیسم و پوپولیسم در بسیاری از کشورهای جهان است. رهبرانی که از این ایدئولوژی‌ها حمایت می‌کنند، اغلب منافع خود را بر منافع جامعه جهانی اولویت می دهند که منجر به افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها بین ملت‌ها می شود. یکی دیگر از دلایل اصلی جنگ جهانی سوم رقابت برای منابع کمیاب مانند نفت، آب و غذا است. با ادامه رشد جمعیت جهان، تقاضا برای این منابع تنها افزایش می‌یابد و منجر به درگیری‌ها و جنگ‌های احتمالی بین کشورهایی می‌شود که برای کنترل این کالاهای اساسی رقابت می‌کنند. علاوه بر این، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و سایر فناوری‌های پیشرفته نظامی خطر هر گونه درگیری بالقوه را افزایش داده است و چشمانداز جنگ جهانی را خطرناک‌تر از همیشه کرده است. تهدید نابودی متقابل تضمین شده، قدرت‌های بزرگ را برای چندین دهه تحت کنترل نگه داشته است. اما با افزایش تنش‌ها و تغییر اتحادها، خطر وقوع یک جنگ فاجعه بار واقعی تر می شود. تغییرات آب و هوایی نیز یکی از عوامل مهم در علل جنگ جهانی سوم است. با افزایش دما و مکرر و شدیدتر شدن بلایای طبیعی، رقابت برای زمین‌های قابل سکونت و منابع تنها تشدید می شود و منجر به درگیری‌های احتمالی بین کشورهایی می شود که در تلاش برای انطباق با آب و هوای متغیر هستند. به طور کلی، علل جنگ جهانی سوم چند وجهی و به هم مرتبط هستند و هیچ عامل واحدی قادر به توضیح کامل پتانسیل درگیری جهانی نیست. همکاری رهبران جهان برای رسیدگی به این مسائل و جلوگیری از وقوع یک جنگ فاجعه بار ضروری است، زیرا عواقب آن برای کل جهان ویرانگر خواهد بود. فصل دوم، علل جنگ جهانی سوم. تنش‌های سیاسی. در فصل فرعی تنش‌های سیاسی از کتاب نبرد پیشرو، پیشبینی‌های پیشگویان برای جنگ جهانی سوم به شبکه پیچیده درگیری‌های سیاسی که سال‌هاست شکل می‌گیرد و به وقوع اجتناب ناپذیر یک جنگ جهانی منجر شده است، می‌پردازیم. فالگویی‌ها از سراسر جهان افزایش تنش‌های سیاسی بین کشورهای مختلف را پیش‌بینی کردند که ناشی از جنگ قدرت، اختلافات ارضی و اختلافات ایدئولوژیک است. یکی از دلایل اصلی این تنش‌های سیاسی که توسط فالگویان پیش‌بینی می‌شود، رقابت بر سر منابع به ویژه در مناطق غنی از نفت
گاز و سایر کالاهایی با ارزش است. از آنجایی که کشورها برای کنترل این منابع رقابت می‌کنند، درگیری‌هایی به وجود می‌آید که منجر به یک اثر دومینویی می‌شود که می‌تواند جرقه یک جنگ جهانی تمام عیار را بزند. علاوه بر این، ظهور جنبش‌های ملی‌گرا و پوپولیستی در بسیاری از کشورها نیز به تنش‌های سیاسی فزاینده کمک کرده است، زیرا رهبران از این احساسات برای پیشبرد برنامه‌های خود سوء استفاده می‌کنند. پیشبینی می‌شود که تأثیر این تنش‌های سیاسی بر جهان فاجعه‌بار باشد و پیشگویان درباره ویرانی گسترده، تلفات جانی و فروپاشی اقتصادی در مقیاس جهانی هشدار می‌دهند. انتظار می‌رود پیامدهای جنگ جهانی سوم گسترده باشد و نه تنها کشورهای درگیر مستقیم در مناقشه، بلکه کل جهان را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا اتحادها تغییر می‌کنند، مرزها دوباره ترسیم می‌شوند و پویایی‌های قدرت جدید ظهور می‌کنند. از جمله کشورهایی که پیش‌بینی می‌شود در کانون این تنش‌های سیاسی قرار گیرند، آمریکا، روسیه، چین و کشورهای مختلف اروپایی هستند. انتظار می‌رود هر یک از این کشورها با اقدامات و تصمیمات خود در شکل‌گیری روند درگیری نقشی کلیدی در درام در حال وقوع جنگ جهانی سوم ایفا کنند. دلایل دخالت آنها متفاوت است، از رقابت‌های طولانی مدت و نارضایتی‌های تاریخی گرفته تا اختلافات اخیر بر سر تجارت، فناوری و تسلط نظامی. همانطور که جهان در آستانه یک درگیری جهانی دیگر است، برای رهبران و شهروندان بسیار مهم است که به هشدارهای پیشگویان توجه کنند و برای یافتن راه حل‌های مسالمت آمیز برای تنش‌های سیاسی که همه ما را تهدید می‌کند تلاش کنند. تنها از طریق گفتگو، دیپلماسی و همکاری می‌توان امیدوار بود که از وحشت جنگ جهانی سوم جلوگیری کرده و جهانی پایدارتر و هماهنگ‌تر برای نسل‌های آینده بسازیم. عوامل اقتصادی. عوامل اقتصادی نقش مهمی در پیشبینی‌های پیشگویان مشهور درباره جنگ جهانی سوم دارند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنش‌های اقتصادی بین کشورها نیروی محرک آغاز جنگ خواهد بود. همانطور که کشورها برای منابع کمیاب رقابت می‌کنند و برای حفظ سلطه اقتصادی مبارزه می‌کنند، احتمال درگیری افزایش می‌یابد. پیشگویان هشدار دادند که نابرابری اقتصادی و نابرابری در ثروت تنش‌های موجود را تشدید می‌کند و زمینه مساعدی را برای بروز درگیری ایجاد می‌کند. یکی از عوامل اقتصادی کلیدی که پیشگویان به عنوان محرک بالقوه جنگ جهانی سوم شناسایی کردند، رقابت برای کنترل منابع استراتژیک است. با ادامه رشد جمعیت جهان، تقاضا برای منابعی مانند نفت، آب و مواد معدنی خاکی کمیاب افزایش خواهد یافت. پیشگویان پیشبینی می‌کنند که کشورها برای ایمن سازی دسترسی به این منابع تلاش زیادی خواهند کرد که منجر به افزایش رقابت و درگیری بالقوه خواهد شد. مبارزه برای کنترل این منابع حیاتی می‌تواند آتش یک درگیری جهانی با عواقب گسترده‌ای را ایجاد کند. عامل اقتصادی دیگری که پیشگویان بر آن تأکید کردند، تأثیر تجارت جهانی و وابستگی متقابل اقتصادی است. در دنیایی که به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته است، اختلالات در اقتصاد جهانی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. پیشگویان هشدار می‌دهند که بی‌ثباتی اقتصادی و اختلافات تجاری می‌تواند به درگیری‌های تمام عیار بین کشورها تبدیل شود. ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی به این معنی است که یک بحران در یک منطقه میتواند به سرعت گسترش یابد و کشورهای سراسر جهان را تحت تأثیر قرار دهد و به طور بالقوه منجر به یک دومینوی درگیری شود. پیشگویان همچنین به نقش تحریم‌های اقتصادی و جنگ‌های تجاری در تشدید تنش بین کشورها اشاره کردند. با اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌هایی بر تجارت کشورها، امکان اقدامات تلافی جویانه و تشدید درگیری‌ها افزایش می‌یابد. تحریم‌های اقتصادی می‌تواند اقتصادها را فلج کند و کشورها را به لبه پرتگاه سوق دهد و احتمال درگیری را افزایش دهد. پیشگویان پیش‌بینی می‌کنند که اختلافات اقتصادی و جنگ‌های تجاری نقش مهمی در شکل‌گیری چشم‌انداز جنگ جهانی سوم ایفا می‌کنند.
در نتیجه عوامل اقتصادی جنبه مهمی از پیشبینی‌های پیشگویان مشهور درباره جنگ جهانی سوم است. از رقابت برای منابع استراتژیک گرفته تا مناقشات تجاری جهانی و وابستگی متقابل اقتصادی، این عوامل مسیر منازعات آینده را شکل خواهند داد. برای سیاستگزاران و رهبران جهان ضروری است که به این چالش‌های اقتصادی رسیدگی کنند و در جهت راه حل‌هایی تلاش کنند که صلح و ثبات را در مقیاس جهانی ارتقا دهد. اختلافات سرزمینی. در فصل فرعی منازعات سرزمینی، تمرکز بر موضوعات بحث انگیزی است که منجر به تنش بین کشورهای مختلف شده و در نهایت به وقوع جنگ جهانی سوم کمک کرده است. پیشگویان مدت‌ها پیش پیش بینی کردند که اختلافات ارضی کاتالیزور اصلی این درگیری جهانی خواهد بود، زیرا کشورها برای کنترل زمین‌ها و منابع ارزشمند رقابت می‌کنند. یکی از اصلی‌ترین مناقشات ارضی که توسط فالگیران برجسته شده است، درگیری مداوم در دریای چین جنوبی است. چندین کشور از جمله چین، ویتنام و فیلیپین ادعاهای رقابتی بر سر این آبراه استراتژیک دارند که منجر به افزایش حضور نظامی و پتانسیل برای درگیری مسلحانه شده است. پیشگویان هشدار می‌دهند که اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشات شکست بخورد، این منطقه می‌تواند نقطه عطف جنگ جهانی سوم باشد. یکی دیگر از کانون‌های مناقشات ارضی منطقه کشمیر است که ده‌ها سال محل مناقشه هند و پاکستان بوده است. پیشگویان پیش‌بینی کردند که خصومت طولانی مدت بین این همسایگان مجهز به سلاح هسته‌ای می‌تواند به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود و کشورهای دیگر را به خود جذب کند و ویرانی‌های گسترده‌ای را به بار آورد. مسائل مرزی حل نشده در کشمیر به عنوان منبع دائمی تنش و بی‌ثباتی در منطقه عمل می‌کند. به گفته پیشگویان، درگیری اسرائیل و فلسطین یکی دیگر از مناقشات ارضی است که پتانسیل ایجاد جنگ جهانی سوم را دارد. مبارزه مداوم برای کنترل مناطق مورد مناقشه غزه و کرانه باختری به درگیری‌ها و اعمال خشونت آمیز متعدد منجر شده است. پیشبینی‌ها حاکی از آن است که در صورت عدم دستیابی به راه حل، این درگیری می‌تواند به یک درگیری گسترده‌تر تبدیل شود که سایر کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن را درگیر کند. به طور کلی، پیشبینی‌های پیشگویان درباره مناقشات سرزمینی تصویری تلخ از محرک‌های بالقوه جنگ جهانی سوم ارائه می‌کند. با ادامه رقابت کشورها برای کنترل مناطق و منابع مورد مناقشه، خطر درگیری مسلحانه زیاد است. برای رهبران جهان ضروری است که دیپلماسی و حل مسالمت آمیز این اختلافات را برای جلوگیری از پیامدهای فاجعه بار یک جنگ جهانی در اولویت قرار دهند. تعارضات ایدئولوژیک. فصل فرعی تضادهای ایدئولوژیک به یکی از عوامل کلیدی می‌پردازد که بر اساس گفته‌های پیشگویان معروف مختلف، جرقه جنگ جهانی سوم را آغاز می‌کند. درگیری‌های ایدئولوژیک بین ملت‌ها موضوعی تکراری در طول تاریخ بوده است که منجر به تنش و در نهایت جنگ شده است. در این فصل بررسی می‌کنیم که چگونه این تفاوت‌های ایدئولوژیک ممکن است نقش مهمی در شکل‌دهی به مناقشه جهانی آینده داشته باشند. پیشگویان از مدت‌ها قبل در مورد خطرات درگیری‌های ایدئولوژیکی که به یک جنگ جهانی تمام عیار تبدیل می‌شود هشدار دادند. برخورد ایدئولوژی‌های مخالف، خواه سیاسی، مذهبی یا اقتصادی باشد، پتانسیل ایجاد تفرقه بین ملت‌ها و سوق دادن آنها به درگیری را دارد. از پیش‌بینی‌های فزاینده ملی‌گرایی و افراط‌گرایی گرفته تا تجدید رقابت‌های قدیمی، پیشگویان تصویری تلخ از جهانی را ترسیم می‌کنند که به دلیل تفاوت‌های ایدئولوژیک از هم پاشیده شده است. یکی از اصلی ترین درگیری های ایدئولوژیکی که برای شعله ور شدن جنگ جهانی سوم پیش بینی می شود، برخورد بین دموکراسی و استبداد است. از آنجایی که برخی از کشورها ارزش ها و اصول دموکراتیک را پذیرفتند، برخی دیگر به سمت اشکال حکومتی خودکامه تر حرکت می کنند. این شکاف پتانسیل ایجاد شکاف بین ملت ها را دارد که منجر به تنش و به طور بالقوه درگیری مسلحانه می شود.
پیشگویان هشدار دادند که مبارزه بین دموکراسی و استبداد ممکن است یکی از عوامل تعیین کننده جنگ جهانی بعدی باشد. یکی دیگر از تضادهای ایدئولوژیک که توسط فالگیران برجسته شده است، تضاد بین باورهای مذهبی است. در دنیایی که افراط‌گرایی مذهبی در حال افزایش است، احتمال درگیری بر اساس اختلافات مذهبی یک نگرانی واقعی است. پیشبینی‌ها به آینده‌ای اشاره می‌کنند که در آن ایدئولوژی‌های مذهبی نقش مهمی در شکل‌گیری درگیری‌های جهانی ایفا می‌کنند که منجر به پیامدهای ویرانگر برای بشریت می‌شود. در مجموع، فصل فرعی تضادهای ایدئولوژیک پیشبینی‌های فالگویان مشهور در مورد نقش تفاوت‌های ایدئولوژیک در شکل‌گیری جنگ جهانی آینده را روشن می‌کند. با کاوش در کشمکش‌های ایدئولوژیک مختلف که ممکن است به درگیری جهانی منجر شود، خوانندگان بینشی نسبت به شبکه پیچیده عواملی پیدا می‌کنند که در نهایت می‌توانند مسیر تاریخ را تعیین کنند. همانطور که به نبردی که پیش رو داریم نگاه می‌کنیم، درک نقش تضادهای ایدئولوژیک در آماده سازی برای چالش‌هایی که ممکن است پیش رو باشد، حیاتی است. فصل سوم، تأثیر جنگ جهانی سوم بر جهان. اقتصاد جهانی. در فصل فرعی اقتصاد جهانی در نبرد پیشرو، پیشبینی‌های پیشگویان برای جنگ جهانی سوم، کارشناسان به شبکه پیچیده عوامل اقتصادی که به طور بالقوه می‌توانند منجر به درگیری جهانی بعدی شوند، می‌پردازند. همانطور که پیشگویان مشهور پیشبینی کردند، اقتصاد جهانی نقشی اساسی در شکل دادن به روند جنگ جهانی سوم خواهد داشت. به هم پیوستگی کشورها از طریق تجارت و بازرگانی، اقتصاد را به ابزاری قدرتمند در روابط بین الملل تبدیل کرده است و تحریم‌های اقتصادی و جنگ‌های تجاری کاتالیزورهای بالقوه درگیری هستند. پیشبینی‌های پیشگویان معروف، شکنندگی اقتصاد جهانی و احتمال فروپاشی آن تحت فشار تنش‌های ژئوپلیتیکی را برجسته می‌کند. با رقابت کشورها برای تسلط در صنایع و بازارهای کلیدی، رقابت برای منابع و قدرت اقتصادی تشدید می‌شود که منجر به افزایش نوسانات و عدم اطمینان می‌شود. پیشگویان هشدار می‌دهند که این رقابت اقتصادی می‌تواند در نهایت به یک درگیری جهانی تمام عیار تبدیل شود و پیامدهای ویرانگری برای جهان به همراه داشته باشد. تأثیر جنگ جهانی سوم بر اقتصاد جهانی فاجعه آمیز خواهد بود، با اختلال گسترده در زنجیره تأمین، بازارهای مالی و مسیرهای تجاری. پیشگویان تصویری تلخ از دنیایی را ترسیم می‌کنند که در آشفتگی اقتصادی با تورم، بیکاری و سطح فزاینده فقر فرو رفته است. ماهیت به هم پیوسته اقتصاد جهانی به این معنی است که هیچ کشوری از پیامدهای جنگ جهانی مصون نخواهد بود و این امر بر ضرورت یافتن راه حل‌های مسالمت آمیز برای اختلافات بین‌المللی تاکید دارد. در میان کشورهایی که پیشگویان آنها را به عنوان بازیگران کلیدی در جنگ جهانی سوم معرفی می‌کنند، انگیزه‌های اقتصادی اغلب در کانون توجه قرار دارند. کشورهای غنی از منابع به عنوان اهداف اصلی برای تجاوز در نظر گرفته می‌شوند، زیرا کشورها به دنبال تأمین کالاهای حیاتی مانند نفت، مواد معدنی و آب هستند. اتحادها و رقابت‌های اقتصادی چشمانداز ژئوپلیتیکی را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا بلوک‌های تجاری و ابرقدرت‌های اقتصادی برای تسلط در یک بازی پرمخاطره قدرت و نفوذ تلاش می‌کنند. در خاتمه، فصل فرعی اقتصاد جهانی در نبرد پیشرو، پیشبینی‌های پیشگویان برای جنگ جهانی سوم یادآور نقش محوری عوامل اقتصادی در شکل‌دهی به روند درگیری‌های بین‌المللی است. در حالی که جهان در آستانه یک جنگ جهانی دیگر قرار دارد، پیشبینی‌های پیشگویان معروف به عنوان هشداری هشیار کننده در مورد عواقب فاجعه باری است که اگر اجازه داده شود رقابت‌های اقتصادی بدون کنترل تشدید شود، در انتظار آن است. تنها از طریق همکاری، دیپلماسی و تعهد به رفاه مشترک، جهان می‌تواند امیدوار باشد که از شبه در حال ظهور جنگ جهانی سوم جلوگیری کند و آینده‌ای صلح آمیزتر و مرفع برای همه بسازد. ناآرامی اجتماعی. در فصل فرعی با عنوان ناآرامی اجتماعی در کتاب نبرد پیش رو،
پیشبینی‌های پیشگویان برای جنگ جهانی سوم به مفاهیم اجتماعی درگیری جهانی قریب‌الوقوع می‌پردازیم. بسیاری از پیشگویان مشهور افزایش نارامی‌های اجتماعی را به عنوان عامل اصلی جنگ جهانی سوم پیشبینی کردند. پیشبینی می‌شود که تنش‌ها بین طبقات اجتماعی، گروه‌های قومی و ایدئولوژی‌های سیاسی مختلف به نقطه جوش رسیده و منجر به هرج و مرج و خشونت گسترده در مقیاس جهانی شود. پیشگویان هشدار می‌دهند که افزایش شکاف بین فقیر و غنی عامل اصلی نارامی اجتماعی خواهد بود. نابرابری‌های اقتصادی و نابرابری در توزیع ثروت، خشم و خشم جوامع به حاشیه رانده شده را دامن می‌زند و منجر به اعتراضات و قیام‌های گسترده می‌شود. ناآرامی‌های داخلی ناشی از آن درگیری‌های موجود بین ملت‌ها را تشدید می‌کند و محیطی بی‌ثبات و انفجاری را برای شروع یک جنگ جهانی ایجاد می‌کند. علاوه بر این پیشگویان پیشبینی می‌کنند که ظهور ایدئولوژی‌های افراطی و جنبش‌های ملی گرایانه تنش‌های اجتماعی را تشدید می‌کند و به تشدید درگیری‌ها بین کشورها کمک می‌کند. احیای قوم‌گرایی و بیگانه حراسی منجر به تبعیض و آزار و اذیت گروه‌های اقلیت می‌شود و نفرت و عدم مدارا در میان جمعیت‌های مختلف دامن می‌زند. این ترکیب سمی از نارامی‌های اجتماعی و ایدئولوژی‌های افراطی به عنوان یک بشکه باروت در انتظار انفجار عمل می‌کند و یک درگیری فاجعه‌بار جهانی را آغاز می‌کند. تأثیر نارامی‌های اجتماعی بر جنگ جهانی سوم ویرانگر خواهد بود، زیرا تمام جوامع در اثر خشونت و هرج و مرج از هم پاشیده شدند. پیشگویان تخریب گسترده و تلفات جانی را پیش بینی می کنند، زیرا شهرها به ویرانه تبدیل شده و میلیون ها نفر از خانه های خود آواره شدند. بافت اجتماعی جوامع از هم پاشیده خواهد شد و ردی از رنج و ناامیدی در پی آن باقی خواهد ماند. در خاتمه، پیشبینی‌های پیشگویان مشهور تصویری تلخ از نقش نارامی‌های اجتماعی در تسریع جنگ جهانی سوم ترسیم می‌کنند. شکاف‌ها و نابرابری‌های ریشه‌دار اجتماعی که سال‌ها در حال تشدید بودند، سرانجام به اوج خود می‌رسند و موجی از خشونت و ویرانی را راه‌اندازی می‌کنند که جهان را در آتش خواهد گرفت. ضروری است که به این هشدارها توجه کنیم و قبل از اینکه خیلی دیر شود برای جلوگیری از حوادث فاجعه باری که در پیش است در جهت رسیدگی به علل ریشه نارامی‌های اجتماعی تلاش کنیم. پیامدهای زیست محیطی. در این زیرفصل به عواقب زیست محیطی جنگ جهانی سوم که توسط پیشگویان مشهور پیش بینی شده بود می‌پردازیم. تأثیر یک درگیری جهانی بر محیط زیست را نمیتوانه دست کم گرفت، زیرا پتانسیل تخریب اکوسیستم ها، آلودگی منابع آب و انتشار سموم مضر در جو را دارد. پیشبینی ها حاکی از آن است که جنگ منجر به جنگل زدایی گسترده، انقراض گونه ها و آلودگی هوا، خاک و آب خواهد شد. یکی از دلایل اصلی نگرانی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است که می‌تواند پیامدهای فاجعه باری برای محیط زیست داشته باشد. پیشگویان نسبت به مسمومیت گسترده با تشعشعات، تخریب زیستگاه‌ها و اثرات درازمدت سلامت هم بر انسان و هم بر حیات وحش هشدار می‌دهند. پیامدهای جنگ هسته‌ای می‌تواند منجر به یک بحران زیست محیطی جهانی شود که بهبودی آن دهه‌ها، اگر نگوییم قرنها طول می کشد. علاوه بر پیامدهای هسته‌ای پیشبینی‌ها، همچنین پتانسیل جنگ‌های شیمیایی و بیولوژیکی را برای تخریب بیشتر محیط زیست نشان می‌دهد. استفاده از این سلاح‌ها می‌تواند منجر به آلودگی منابع آب و خاک شود و آنها را برای مصرف انسان نامناسب کند و اکوسیستم را مختل کند. پیشگویان هشدار می‌دهند که پیامدهای چنین اقداماتی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل سیاره داشته باشد. علاوه بر این پیشبینی‌ها حاکی از آن است که جنگ جهانی سوم مسائل زیست محیطی موجود مانند تغییرات آب و هوایی، جنگل‌زدایی و آلودگی را تشدید خواهد کرد. این جنگ منابع را از تلاش‌های حفاظت از محیط زیست منحرف می‌کند و منجر به تخریب بیشتر اکوسیستم‌های طبیعی و تشدید اثرات گرمایش جهانی می‌شود.
پیشگویان هشدار می‌دهند که اگر این عواقب زیست محیطی کنترل نشود، می‌تواند پیامدهای بدی برای آینده سیاره ما داشته باشد. در نتیجه، پیامدهای زیست محیطی جنگ جهانی سوم شدید و طولانی مدت پیش بینی می‌شود. پیشگویان هشدار می‌دهند که جنگ تأثیر مخربی بر محیط زیست خواهد داشت و منجر به تخریب گسترده زیستگاه‌ها، آلودگی هوا و منابع آب و تشدید مسائل زیست محیطی موجود می‌شود. ضروری است که به این هشدارها توجه کنیم و برای جلوگیری از وقوع چنین رویداد فاجعه‌باری اقدام کنیم. تغییرات ژئوپلیتیک. در این فصل فرعی به تغییرات ژئوپلیتیکی می‌پردازیم که توسط پیشگویان مشهور در رابطه با جنگ جهانی سوم پیش‌بینی شده است. بسیاری از این پیش‌بینی‌ها به تغییرات قابل توجهی در موازنه قدرت جهانی اشاره می‌کنند، به طوری که ابرقدرت‌های سنتی سلطه خود را از دست می‌دهند و بازیگران جدیدی در صحنه جهانی ظاهر می‌شوند. کشورهایی که زمانی متحد به حساب می‌آمدند، ممکن است خود را در طرف‌های مخالف درگیری بیابند که منجر به اتحادها و دشمنی‌های بی‌سابقه‌ای می‌شود. یکی از موضوعات رایج در میان پیش‌بینی‌ها، نقش فناوری در شکل‌دهی چشم‌انداز ژئوپلیتیکی جنگ آینده است. انتظار می‌رود که جنگ سایبری و هوش مصنوعی نقش مهمی در تعیین نتیجه درگیری ایفا کنند، زیرا کشورها سرمایه‌گذاری زیادی در این مناطق برای دستیابی به مزیت استراتژیک انجام می‌دهند. پیشگوها هشدار می‌دهند که کسانی که نتوانند خود را با چشم‌انداز در حال تغییر تکنولوژی تطبیق دهند، پشت سر خواهند ماند و با عواقب ناگواری در جنگ مواجه خواهند شد. علاوه بر این پیشبینی‌ها، حاکی از آن است که علل جنگ جهانی سوم ریشه در تنش‌های طولانی مدت ژئوپلیتیکی و اختلافات ارضی دارد. با ظهور مجدد نارضایتی‌های قدیمی و بروز درگیری‌های جدید، انتظار می‌رود که جهان در وضعیتی از هرج و مرج و عدم اطمینان فرو برود. پیشبینی می‌شود که تأثیر جنگ بر اقتصاد جهانی شدید باشد و اختلالات گسترده در تجارت و بازرگانی منجر به رنج و مشقت گسترده برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شود. علاوه بر این پیشبینی‌ها همچنین به احتمال جنگ هسته‌ای اشاره می‌کنند، زیرا کشورهایی که سلاح‌های هسته‌ای دارند از آن به عنوان آخرین راه حل در درگیری استفاده می‌کنند. پیشگویان هشدار می‌دهند که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای عواقب فاجعه‌باری در پی خواهد داشت که منجر به ویرانی‌های بیشمار و تلفات جانی در مقیاسی می‌شود که قبلاً دیده نشده بود. ترس از نابودی تضمین شده دوجانبه ممکن است برخی کشورها را از استفاده از زرادخانه هسته‌ای خود باز دارد، اما خطر تشدید تنش همچنان یک تهدید دائمی است. در نتیجه تغییرات ژئوپلیتیکی پیش بینی شده توسط پیشگویان مشهور تصویری تلخ از نظم جهانی آینده در صورت وقوع جنگ جهانی سوم ترسیم می کند. از آنجایی که کشورها به دنبال قدرت و نفوذ هستند، خطرات بیشتر از هر زمان دیگری است، با پتانسیل تخریب و رنج غیرقابل تصور در عفو. ضروری است که رهبران جهان به این هشدارها توجه کنند و برای جلوگیری از عواقب فاجعه بار یک درگیری جهانی در جهت راه حل‌های صلح‌آمیز تلاش کنند. فصل چهارم، کشورهای درگیر در جنگ جهانی سوم و انگیزه‌های آنها. ایالات متحده. در پیش‌بینی‌های پیشگویان مشهور در مورد جنگ جهانی سوم، ایالات متحده اغلب یک شخصیت محوری است. بسیاری پیشبینی می کنند که ایالات متحده نقش کلیدی در مناقشه بازی کند، چه به عنوان نیروی پیشرو یا به عنوان هدف تجاوز. برخی معتقدند که ایالات متحده به دلیل اتحاد و حضور نظامی خود در سراسر جهان به جنگ کشیده خواهد شد و برخی دیگر پیشبینی می کنند که به دلیل سیاست خارجی تهاجمی خود محرک درگیری خواهد بود. دلایل جنگ جهانی سوم که ایالات متحده را درگیر کرد متفاوت است. برخی از پیشگویان به اختلافات اقتصادی، درگیری‌های سرزمینی یا اختلافات ایدئولوژیک به عنوان محرک‌های بالقوه اشاره می‌کنند. بسیاری پیشبینی می‌کنند که تنش بین ایالات متحده و دیگر قدرت‌های بزرگ مانند روسیه و چین تشدید خواهد شد
و منجر به درگیری تمام عیار خواهد شد که میتواند عواقب فاجعه باری برای جهان داشته باشد. تأثیر جنگ جهانی سوم که شامل ایالات متحده میشود، با هشدار پیشگویان در مورد ویرانی گسترده، تلفات جانی و فروپاشی اقتصادی، عمیق خواهد بود. برخی پیشبینی میکنند که جنگ منجر به استفاده از سلاحهای هسته‌ای میشود که منجر به فاجعه جهانی میشود که ممکن است سالها یا حتی دهها طول بکشد تا از آن بازیابی شود. ایالات متحده به عنوان یک قدرت نظامی بزرگ احتمالاً در چنین درگیری متحمل تلفات و آسیب‌های قابل توجهی به زیرساخت‌های خود خواهد شد. جنگ جهانی سوم با ایالات متحده بین کدام کشورها انجام می‌شود؟ فالگویی‌ها نظرات متفاوتی در این مورد دارند، به طوری که برخی پیش‌بینی می‌کنند یک درگیری جهانی شامل چندین کشور باشد و برخی دیگر یک جنگ منطقه‌ای محدودتر را پیش‌بینی می‌کنند. ایالات متحده احتمالاً درگیری با قدرت‌های بزرگی مانند روسیه، چین و احتمالاً کره شمالی و همچنین سایر کشورهایی است که با آنها روابط تیره‌ای دارد. دلایل این درگیری‌ها می‌تواند از اختلافات ارضی گرفته تا اختلافات ایدئولوژیک و رقابت اقتصادی باشد که همگی می‌توانند به جنگی ویرانگر با پیامدهای گسترده منجر شوند. به طور کلی، پیشبینی‌های پیشگویان مشهور در مورد جنگ جهانی سوم که شامل ایالات متحده می‌شود، تصویری تاریک از آینده را ترسیم می‌کند. علل بالقوه، تأثیرات و شرکت کنندگان در چنین درگیری متفاوت است. اما همه به نیاز به احتیاط، دیپلماسی و تعهد به صلح برای جلوگیری از یک فاجعه جهانی اشاره می‌کنند. با جمع‌آوری این پیش‌بینی‌ها در یک کتاب، خوانندگان می‌توانند درک عمیق‌تری از خطرات احتمالی پیشرو و اقداماتی که باید برای اجتناب از آنها برداشته شوند، به دست آورند. روسیه مدت هاست که یک بازیگر کلیدی در ژئوپلیتیک جهانی بوده است و بسیاری از پیشگویان پیشبینی کردند که نقش اصلی در جنگ جهانی سوم خواهد داشت. برخی معتقدند که سیاست‌های توسعه طلبانه تهاجمی روسیه و مداخلات نظامی در کشورهایی مانند اوکراین و سوریه در نهایت منجر به درگیری بزرگ با دیگر قدرت‌های جهانی خواهد شد. تنش بین روسیه و غرب در سالهای اخیر با اتهامات دخالت در انتخابات، حملات سایبری و موضع‌گیری نظامی دو طرف تشدید شده است. یکی از پیشبینی‌های برجسته درباره نقش روسیه در جنگ جهانی سوم از فالگوی معروف نوستراداموس می‌آید که آیات مرموزانه‌ای نوشت. برخی معتقدند درگیری فاجعه‌باری را در روسیه پیشبینی می‌کنند. پیشگویی‌های او به طرق مختلف تفسیر شده است، اما بسیاری بر این باورند که آنها به یک جنگ بزرگ درگیر روسیه و دیگر قدرت‌های جهانی اشاره می‌کنند. اینکه آیا این پیشبینی‌ها محقق می‌شوند یا خیر باید دید، اما وضعیت کنونی روابط بین‌الملل قطعاً نشان می‌دهد که احتمال درگیری بزرگ با دخالت روسیه دور از ذهن نیست. تأثیر جنگی که روسیه در آن دخالت می‌کند برای جهان ویرانگر خواهد بود. نه تنها منجر به تلفات جانی و ویرانی گسترده خواهد شد، بلکه پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای نیز خواهد داشت. جهان قبلاً اثرات درگیری‌های روسیه را دیده است، مانند بحران جاری در اوکراین و درگیری در سوریه. یک جنگ تمام عیار شامل روسیه احتمالاً کشورهای دیگر را به خود جذب می‌کند و منجر به درگیری جهانی با نتایج غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. یکی از دلایل کلیدی که چرا روسیه اغلب به عنوان یک محرک بالقوه جنگ جهانی سوم دیده می شود، تمایل این کشور برای تثبیت سلطه خود در صحنه جهانی است. روسیه سابقه طولانی در تلاش برای گسترش نفوذ و قدرت خود دارد و رهبری کنونی آن تحت ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین تمایل خود را برای استفاده از نیروی نظامی برای دستیابی به اهداف خود نشان داده است. این موضع تهاجمی روسیه را در تضاد با دیگر قدرت‌های جهانی، به ویژه ایالات متحده و متحدانش در ناتو قرار داده است که منجر به افزایش تنش‌ها و احتمال درگیری شده است. در پایان، پیشبینی‌های پیشگویان درباره نقش روسیه در جنگ جهانی سوم قطعاً نگران کننده است.
وضعیت کنونی روابط بین الملل نشان می دهد که احتمال درگیری بزرگ با دخالت روسیه بسیار واقعی است و تأثیر چنین جنگی برای جهان فاجعه بار خواهد بود. برای رهبران جهان بسیار مهم است که برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای درگیری‌های مربوط به روسیه به منظور جلوگیری از یک فاجعه جهانی تلاش کنند. چین از دیرباز به عنوان یک بازیگر اصلی در دنیای ژئوپلیتیک تلقی می‌شود و بسیاری از پیشگویان پیش‌بینی کردند که این کشور نقش کلیدی در جنگ جهانی سوم خواهد داشت. رشد سریع این کشور به عنوان یک نیروگاه اقتصادی همراه با افزایش قابلیت‌های نظامی آن را در موقعیتی قرار داده است که نظم جهانی موجود را به چالش بکشد. برخی از پیشگویان معتقدند که سیاست‌های توسعه طلبانه تهاجمی چین در دریای چین جنوبی و نفوذ فزاینده آن در امور جهانی در نهایت منجر به درگیری با دیگر قدرت‌های بزرگ خواهد شد. یکی از دلایل اصلی جنگ جهانی سوم به گفته برخی از پیشگویان مبارزه برای تسلط بین ایالات متحده و چین خواهد بود. این دو کشور به عنوان دو اقتصاد و قدرت نظامی بزرگ جهان در مسیر برخوردی قرار دارند که میتواند عواقب فاجعه باری برای کل جهان داشته باشد. پیشگویان پیشبینی میکنند که اختلافات بر سر تجارت، فناوری و ادعاهای سرزمینی به یک درگیری نظامی تمام عیار تبدیل می شود که چین و ایالات متحده در مرکز این طوفان قرار دارند. تأثیر درگیری بین چین و ایالات متحده در سراسر جهان محسوس خواهد بود، زیرا هر دو کشور دارای منافع و اتحادهای جهانی گسترده‌ای هستند. پیشگویان هشدار می‌دهند که جنگ جهانی سوم می‌تواند منجر به ویرانی‌های گسترده و تلفات جانی و همچنین فروپاشی اقتصادی و تحولات سیاسی شود. استفاده از فناوری‌های پیشرفته نظامی مانند جنگ سایبری و سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند درگیری را تشدید کند و آن را ویران‌تر کند. روابط چین با کشورهای دیگر مانند روسیه و کره شمالی نیز میتواند نقش مهمی در جنگ جهانی سوم داشته باشد. برخی از پیشگویان پیش بینی میکنند که چین برای مقابله با نفوذ ایالات متحده و متحدانش با این کشورها ائتلاف خواهد کرد. این میتواند چشمانداز ژئوپلیتیکی را پیچیده تر کند و احتمال درگیری جهانی را که شامل چندین کشور و منطقه میشود افزایش دهد. در خاتمه پیشبینی می شود که چین با قدرت و نفوذ فزایندش که تهدیدی مهم برای نظم جهانی موجود است، یک بازیگر اصلی در رویدادهای منتهی به جنگ جهانی سوم باشد. درگیری بین چین و ایالات متحده و همچنین اتحاد چین با سایر کشورها می تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل جهان داشته باشد. پیشگویان هشدار می دهند که زمان جلوگیری از این درگیری فاجعه بار رو به اتمام است و باید اقدامات فوری برای جلوگیری از وحشت یک جنگ جهانی دیگر انجام شود. ایران. کشور ایران نقطه کانونی در پیشبینی‌های پیشگویان مشهور در مورد جنگ جهانی سوم بوده است. بسیاری بر این باورند که درگیری‌های مداوم ایران با ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی در نهایت منجر به یک جنگ تمام عیار خواهد شد که می‌تواند عواقب ویرانگری برای کل جهان داشته باشد. پیشگویان تضاد ایدئولوژی‌ها و منافع بین ایران و دشمنانش به ویژه در حوزه توسعه سلاح‌های هسته‌ای را پیش‌بینی کردند. یکی از دلایل اصلی درگیری احتمالی بین ایران و سایر کشورها موضوع اشاعه هسته‌ای است. اسرار ایران بر توسعه قابلیت‌های هسته‌ای نگرانی‌هایی را در میان رهبران جهان ایجاد کرده است، زیرا نگران هستند که این کشور از این سلاح‌ها برای مقاصد تهاجمی استفاده کند. پیشگویان پیش‌بینی کردند که این موضوع بحث برانگیز در نهایت به نتیجه می‌رسد و منجر به یک درگیری جهانی می‌شود که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای جهان در کل داشته باشد. تأثیر یک جنگ احتمالی با ایران نه تنها برای کشورهای درگیر مستقیم بلکه برای کل جهان قابل توجه خواهد بود. پیشگویان درباره ویرانی گسترده و تلفات جانی در صورت وقوع چنین درگیری هشدار دادند و عواقبی که می‌تواند برای نسل‌های آینده بازتاب یابد. بیثباتی منطقه خاورمیانه به ویژه
یکی از نگرانی‌های عمده در میان کسانی است که پیشبینی‌های پیشگویان مشهور را مطالعه می‌کنند. پیشبینی‌های پیشگویان معروف نیز حاکی از دخالت سایر کشورها در درگیری احتمالی با ایران است. بسیاری بر این باورند که ایالات متحده، روسیه و دیگر قدرت‌های جهانی چه در حمایت از ایران و چه در مخالفت با اقدامات آن وارد میدان خواهند شد. این شبکه از اتحادها و رقابت‌ها می‌تواند وضعیت بی‌ثباتی را پیچیده‌تر کند و به جنگی طولانی و ویرانگر منجر شود که می‌تواند چشم‌انداز ژئوپلیتیکی جهان را تغییر دهد. در خاتمه، پیشبینی‌های پیشگویان مشهور تصویری تلخ از پتانسیل درگیری با ایران در جنگ جهانی سوم را ترسیم می‌کنند. علل این جنگ پیچیده و چندوجهی است و گسترش تسلیحات هسته‌ای و بی‌ثباتی منطقه‌ای نقش کلیدی در تشدید خطر ایفا می‌کند. تأثیر چنین درگیری فاجعه بار خواهد بود و پیامدهای گسترده‌ای برای کل جهان خواهد داشت. بدیهی است که وضعیت ایران در سالهای آتی باید به دقت تماشا شود، زیرا پیشبینی‌های پیشگویان حاکی از آن است که این کشور ممکن است نقش مهمی در شکل‌دهی آینده درگیری‌های جهانی داشته باشد. اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا نقش مهمی در پیشبینی‌های پیشگویان مشهور در مورد جنگ جهانی سوم دارد. بسیاری از پیشگویان بر این باورند که تنش‌ها در اتحادیه اروپا تا حدی افزایش می‌یابد که جرقه درگیری جهانی را برانگیزد. اتحادیه اروپا که یک اتحادیه سیاسی و اقتصادی متشکل از 27 کشور اروپایی است، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله برگزیت، افزایش جنبش‌های ملی گرایانه و نابرابری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو مواجه بوده است. پیشگویان هشدار می‌دهند که این اختلافات داخلی در نهایت می‌تواند به یک جنگ تمام عیار در داخل اروپا و خارج از آن منجر بشود. یکی از دلایل اصلی جنگ جهانی سوم به گفته پیشگویان فروپاشی روابط بین کشورهای اروپایی خواهد بود. اتحادیه اروپا تا حدی برای ارتقای صلح و ثبات در منطقه پس از دو جنگ جهانی ویرانگر ایجاد شد. با این حال، افزایش ناسیونالیسم و تجدید رقابت‌های قدیمی تهدیدی برای خنثی کردن چندین دهه پیشرفت است. پیشگویان پیشبینی می‌کنند که کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا در مرکز مناقشه قرار خواهند گرفت و سایر کشورهای اروپایی طرفدار خواهند شد و به طور بالقوه به این منازعه کشیده خواهند شد. تأثیر جنگ جهانی سوم بر اتحادیه اروپا فاجعه بار خواهد بود. پیشگویان ویرانی گسترده، فروپاشی اقتصادی و تلفات گسترده زندگی در سراسر این قاره را پیش بینی می کنند. اتحادیه اروپا که قبلا به دلیل اختلافات داخلی ضعیف شده است، در مواجهه با چنین آشفتگی برای حفظ انسجام تلاش خواهد کرد. مرزها دوباره ترسیم می شوند، دولتها سرنگون می شوند و میلیونها پناهنده آواره می شوند. اتحادی که زمانی قدرتمند کشورهای اروپایی بود، می توانست در اثر ویرانی‌های جنگ از هم بپاشد. با وجود پیشبینی‌های وحشتناک، برخی از پیشگویان معتقدند که اتحادیه اروپا پتانسیل جلوگیری از جنگ جهانی سوم را دارد. اتحادیه اروپا با پرداختن به علل ریش‌های درگیری‌های داخلی، ترویج گفتگو و همکاری میان کشورهای عضو و کنار هم قرار گرفتن در برابر تهدیدات خارجی میتواند به جلوگیری از فاجعه کمک کند. با این حال، زمان رو به اتمام است و پنجره حل مسالمت آمیز در حال باریک شدن است. سرنوشت اروپا و در واقع جهان با نزدیک شدن به نبرد پیش رو در تعادل است. در خاتمه، اتحادیه اروپا یک بازیگر کلیدی در پیشبینی‌های پیشگویان مشهور در مورد جنگ جهانی سوم است. اختلافات داخلی در اتحادیه اروپا، فروپاشی روابط بین کشورهای اروپایی و احتمال عواقب فاجعه بار، همگی حاکی از یک درگیری در آینده است که می‌تواند قاره و فراتر از آن را در بر بگیرد. اینکه آیا اتحادیه اروپا می تواند از پس چالش برآید و از فاجعه جلوگیری کند، باید دید. نبرد پیشرو مملو از عدم اطمینان است، اما یک چیز واضح است، آینده اروپا و جهان در تعادل است. کشورهای خاورمیانه.
منطقه خاورمیانه از دیرباز کانون تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی بوده است که اون رو به یک بازیگر کلیدی در بحث درباره احتمال وقوع جنگ جهانی سوم تبدیل کرده است. بسیاری از پیشگویان مشهور پیش بینی کردند که این منطقه در صورت بروز یک درگیری جهانی میدان جنگ بزرگی خواهد بود. کشورهایی مانند ایران، اسرائیل، عربستان سعودی و سوریه به دلیل رقابت‌های طولانی مدت و منافع رقابتی اغلب به عنوان کانون‌های بالقوه برای درگیری ذکر می‌شوند. یکی از پیش‌بینی‌های کلیدی پیشگویان درباره علل جنگ جهانی سوم تشدید تنش‌ها بین مسلمانان سنی و شیعه در خاورمیانه است. رقابت بین عربستان سعودی و ایران که نماینده دو فرقه اصلی اسلام هستند، این پتانسیل را دارد که جرقه درگیری گسترده تری را ایجاد کند که می تواند سایر کشورهای منطقه را به خود جذب کند. علاوه بر این درگیری های جاری اسرائیل و فلسطین به عنوان یک بشکه بارود تلقی می شود که هر لحظه ممکن است منفجر بشود و کشورهای دیگر را به معارضه بکشاند. تأثیر یک جنگ جهانی سوم بالقوه در خاورمیانه نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان ویرانگر خواهد بود. خاورمیانه خانه برخی از بزرگترین ذخایر نفت جهان است و درگیری در این منطقه می تواند عرضه جهانی نفت را مختل کند و اقتصاد جهانی را تکان دهد. علاوه بر این، منطقه در حال حاضر گرفتار بحران‌های بشردوستانه است و یک درگیری بزرگ می تواند این مشکلات را تشدید کند و به درد و رنج حتی بیشتر برای میلیون‌ها نفر منجر بشود. پیشگویان همچنین پیش بینی کردند که اتحادهای شکل گرفته بین کشورهای خاورمیانه نقش تعیین کننده‌ای در تعیین روند جنگ جهانی سوم خواهد داشت. کشورهایی مانند روسیه، چین و ایالات متحده به عنوان حامیان بالقوه جناح‌های مختلف در منطقه دیده می‌شوند که شبکه پیچیده اتحادها و رقابت‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. تغییرات ژئوپلیتیک در خاورمیانه آن را به منطقه‌ای بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل می‌کند که به راحتی می‌تواند به کانون یک درگیری جهانی تبدیل شود. در خاتمه، پیش‌بینی‌های پیشگویان مشهور درباره جنگ جهانی سوم تصویری تاریک برای خاورمیانه ترسیم می‌کند. تاریخ طولانی درگیری‌ها، رقابت‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه آن را به یک نامزد احتمالی برای میدان نبرد اصلی در هر درگیری جهانی آینده تبدیل می‌کند. تأثیر چنین درگیری برای منطقه و جهان به طور کلی ویرانگر خواهد بود و بر نیاز فوری به تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تحقق چنین سناریویی تأکید می‌کند. کشورهای دیگر در خط مقدم. در این فصل به پیشبینی‌های پیشگویان مشهور در مورد کشورهای دیگر که در خط مقدم جنگ جهانی سوم هستند خواهیم پرداخت. این پیشبینی‌ها تأثیر بالقوه جنگ بر این کشورها و اینکه چگونه ممکن است نقش مهمی در درگیری ایفا کنند روشن می‌کند. یکی از پیشگویان ذکر شده در این کتاب پیشبینی می‌کند که چین با قدرت نظامی رو به رشد و جاه‌طلبی‌های سرزمینی خود نقش کلیدی در جنگ جهانی سوم خواهد داشت. این فالگیر پیشبینی می کند که موضع تهاجمی چین در قبال کشورهای همسایه تنش‌ها را شعله ور می کند و در نهایت منجر به جنگی تمام عیار با درگیری قدرت‌های بزرگ جهانی می شود. پیشبینی دیگر بر روسیه متمرکز است که گفته می شود به دلیل سیاست‌های توسعه طلبانه و روابط متخاصم با غرب در خط مقدم مناقشه قرار دارد. این پیشگو هشدار می‌دهد که دخالت روسیه در جنگ جهانی سوم پیامدهای گسترده‌ای برای توازن قدرت جهانی خواهد داشت و به طور بالقوه می‌تواند به یک رویارویی هسته‌ای تبدیل شود. علاوه بر این پیش‌بینی‌ها نقش کشورهای خاورمیانه مانند ایران و عربستان سعودی را در جنگ آتی برجسته می‌کند. پیشگویان پیشنهاد می‌کنند که رقابت‌های طولانی مدت منطقه‌ای و اختلافات ایدئولوژیک آنها به درگیری‌های دامن می‌زند که می‌تواند سایر قدرت‌های بزرگ را به سمت خود بکشاند و کل منطقه را بی‌ثبات کند. علاوه بر این، پیش‌بینی‌ها به دخالت کره شمالی در جنگ جهانی سوم با رهبر غیرقابل پیش‌بینی و توانایی‌های هست‌های آن که تهدیدی قابل توجه برای امنیت جهانی است، اشاره می‌کند. پیشگویان پیش بینی می کنند که اقدامات تهاجمی کره شمالی می تواند
واکنش نظامی سایر کشورها را برانگیزد و منجر به تشدید خطرناک خصومت‌ها شود. به طور کلی، بینش‌های ارائه شده توسط این پیشگویان نگاهی اجمالی به شبکه پیچیده اتحادها و درگیری‌ها ارائه می‌دهد که می‌تواند روند جنگ جهانی سوم را شکل دهد. با بررسی نقش کشورهای مختلف در خط مقدم جنگ، خوانندگان می‌توانند درک عمیق‌تری از علل و پیامدهای بالقوه این درگیری جهانی به دست آورند. فصل پنجم، نتیجه گیری و تأملاتی در مورد پیشبینی‌های پیشگویان. تحلیل صحت پیشبینی‌های پیشگویان. در این فصل به دقت پیشبینی‌های پیشگویان در مورد جنگ جهانی سوم می‌پردازیم. در طول تاریخ، فالگویی‌ها ادعاهای جسورانه‌ای در مورد رویدادهای آینده دارند و اغلب ادعا می‌کنند که بینش‌هایی فراتر از قلمرو دانش معمولی دارند. همونطور که ما این پیشبینی‌ها را بررسی می‌کنیم، مهم است که زمینه‌ای که در آن انجام شدند و عواملی که ممکن است بر صحت آنها تأثیر گذاشته باشد در نظر بگیریم. یکی از معروف‌ترین پیشبینی‌ها در مورد جنگ جهانی سوم از نوستراداموس، اخترشناس و پزشک فرانسوی که در قرن 16 میزیست، می‌آید. گفته می‌شود که نوستراداموس یک جنگ بزرگ را پیش‌بینی کرده بود که جهان را در آتش و نابودی فرو می‌برد و بسیاری از کشورها در هرج و مرج فرو می‌روند. در حالی که برخی ادعا کردند که پیشگویی‌های او به طور دقیق ظهور هیتلر و جنایات جنگ جهانی دوم را پیش‌بینی کرده است، برخی دیگر استدلال می‌کنند که پیش‌بینی‌های او بیش از حد مبهم هستند که واقعاً دقیق باشند. در زمان‌های اخیر، پیشگویان پیشبینی‌هایی درباره محرک‌های احتمالی جنگ جهانی سوم، از جمله درگیری‌ها در خاورمیانه، تنش‌های بین ابرقدرت‌های جهانی و ظهور رژیم‌های استبدادی انجام دادند. برخی حتی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و سایر اشکال کشتار جمعی را در این درگیری فرضی پیش‌بینی کردند. همانطور که ما این پیش‌بینی‌ها را تحلیل می‌کنیم، مهم است که واقعیت‌های ژئوپلیتیکی جهان امروز و پتانسیل وقوع این رویدادها در آینده را در نظر بگیریم. در حالی که برخی ممکن است پیشبینی‌های پیشگویان را صرفاً گمانه‌زنی یا خرافات رد کنند، شایان ذکر است که بسیاری از شخصیت‌های تاریخی، از جمله پادشاهان و امپراتوران، در مواقع بحران با منجمان و پیشگویان مشورت کردند. چه این پیشبینی‌ها ارزشی داشته باشند یا نه، واضح است که تخیل مردم را در طول تاریخ تسخیر کردند و امروز نیز ادامه می‌دهند. همونطور که ما در آب‌های نامشخص آینده حرکت می‌کنیم، مهم است که همه احتمالات و منابع اطلاعات را در نظر بگیریم. در حالی که پیشبینی‌های پیشگویان ممکن است همیشه محقق نشود، آنها دیدگاه منحصر به فردی را درباره نتایج بالقوه رویدادهای جهان و تأثیری که ممکن است بر زندگی ما داشته باشند ارائه می‌دهند. در صفحات بعدی این پیشبینی‌ها را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد و پیامدهای آنها را برای آینده جهان خود بررسی خواهیم کرد. درس‌های آموخته شده از جنگ‌های گذشته. همانطور که به پیشبینی‌های پیشگویان مشهور در مورد جنگ جهانی سوم می‌پردازیم، آشکار می‌شود که درس‌های ارزشمندی برای آموختن از جنگ‌های گذشته وجود دارد. یکی از مهمترین درس‌ها اهمیت دیپلماسی و ارتباطات در جلوگیری از تبدیل درگیری‌ها به جنگ‌های تمام عیار است. تاریخ بارها و بارها به ما نشان داده است که سوء تفاهم، عدم ارتباط و شکست در مذاکره می‌تواند منجر به عواقب مخربی برای همه طرف‌های درگیر شود. علاوه بر این، پیشبینی‌های پیشگویان نیاز به درس گرفتن کشورها از اشتباهات گذشته و تلاش برای راه حل‌های صلح‌آمیز درگیری‌ها را برجسته می‌کند. تأثیر مخرب جنگ‌های گذشته بر جهان به عنوان یادآوری آشکار از اهمیت جستجوی راه حل‌های دیپلماتیک و اجتناب از مسیر خشونت به هر قیمتی است. با توجه به هشدارهای پیشگویان و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، کشورها می‌توانند در جهت ساختن جهانی صلح‌آمیزتر و هماهنگ‌تر تلاش کنند. یکی دیگر از درس‌های مهم جنگ‌های گذشته، نیاز به همکاری و اتحاد بین‌المللی در رسیدگی به درگیری‌های جهانی است. پیش‌بینی‌های جنگ جهانی سوم توسط فالگویان بر ماهیت به هم پیوسته جهان ما تأکید می‌کند
و این واقعیت که درگیری‌ها در یک منطقه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل جهان داشته باشد. کشورها می‌توانند با همکاری یکدیگر و ایجاد اتحادهای قوی بهتر به درگیری‌ها رسیدگی کنند و از تبدیل آنها به جنگ‌های فاجعه بار جلوگیری کنند. علاوه بر این، پیشبینی‌های پیشگویان معروف اهمیت درک علل ریش‌های درگیری‌ها را به منظور جلوگیری از گسترش آنها به جنگ روشن می‌کند. سیاست‌گذاران با بررسی مسائل اساسی که منجر به تنش بین کشورها می‌شود، می‌توانند اقدامات پیشگیرانه‌ای برای رسیدگی به این مسائل و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها انجام دهند. برای کشورها بسیار مهم است که در گفتگوی آزاد شرکت کنند، به نگرانی‌های یکدیگر گوش دهند و برای یافتن زمینه‌های مشترک برای جلوگیری از جنگ‌های آینده تلاش کنند. در پایان، درس‌های آموخته شده از جنگ‌های گذشته برای هدایت ما به سوی آینده‌ای صلح‌آمیزتر و معرفت‌تر بسیار ارزشمند است. با توجه به هشدارهای پیشگویان و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، کشورها می توانند در جهت جلوگیری از مناقشات و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی، ارتباط و همکاری بین المللی تلاش کنند. با درک ریشه های درگیری ها و همکاری با یکدیگر برای راه حل های صلح‌آمیز، می توانیم جهانی هماهنگ‌تر برای نسل های آینده بسازیم. به امید آینده ای آرام. در میان پیشبینی‌های وحشتناک و پیشگویی‌های تلخ درباره جنگ جهانی سوم، بارقه‌ای از امید برای آینده‌های صلح‌آمیز وجود دارد. قالگویان در طول تاریخ از زمان درگیری‌ها و آشفتگی‌های بزرگ پیشبینی کردند، اما از پتانسیل بشریت برای گردهم آمدن در وحدت و صلح نیز سخن گفتند. علی‌رغم هرج و مرج و ویرانی که ممکن است در راه باشد، این باور در میان برخی وجود دارد که از طریق تفاهم، همکاری و همدلی، حل مسالمت آمیز جنگ قریب الوقوع امکان پذیر است. یکی از موضوعات مشترک در میان پیشبینی‌های پیشگویان این ایده است که علل جنگ جهانی سوم ریشه در عدم ارتباط و تفاهم بین ملت‌ها دارد. برای جلوگیری از وقوع این رویداد فاجعه بار، مشارکت کشورها در گفتگوی باز، دیپلماسی و حل مناقشه ضروری است. با پرداختن به مسائل اساسی که منجر به جنگ می شود، مانند تنش‌های سیاسی، نابرابری‌های اقتصادی و اختلافات ایدئولوژیک، فرصتی برای جلوگیری از درگیری قریب الوقوع و ساختن جهانی صلح‌آمیزتر برای نسل‌های آینده وجود دارد. تأثیر جنگ جهانی سوم بر جهان ویرانگر خواهد بود، با تخریب گسترده، تلفات جانی و جابجایی جمعیت. با این حال، در میان هرج و مرج و ناامیدی، بارقه ای از امید برای آینده ای روشن‌تر وجود دارد. پیشگویان پیشبینی کردند که پس از جنگ، احساس اتحاد و همکاری دوباره در میان ملت‌ها ایجاد خواهد شد، زیرا آنها گرد هم می‌آیند تا زخم‌های گذشته را بازسازی کنند و التیام بخشند. کلید دستیابی به آینده صلح‌آمیز در به رسمیت شناختن ارتباط متقابل همه ملت‌ها و مردم و پذیرش روحیه شفقت و تفاهم نهفته است. با همکاری یکدیگر برای رسیدگی به علل ریشه درگیری و خشونت، فرصتی برای ایجاد جهانی هماهنگ‌تر و صلح‌آمیزتر برای نسل‌های آینده وجود دارد. مسیر صلح ممکن است مملو از چالش‌ها و موانع باشد، اما با عزم، شجاعت و چشم‌انداز مشترک برای آینده‌ای بهتر، امیدی برای جهانی عاری از وحشت جنگ وجود دارد. در نتیجه، در حالی که پیشبینی‌های پیشگویان ممکن است تصویر تیرهایی از آینده ترسیم کند، هنوز امیدی برای حل مسالمت‌آمیز درگیری قریب‌الوقوع جنگ جهانی سوم وجود دارد. با اتحاد، تفاهم و همکاری، فرصتی برای جلوگیری از جنگ و ساختن جهانی صلح‌آمیزتر برای نسل‌های آینده وجود دارد. راه رسیدن به صلح ممکن است طولانی و دشوار باشد، اما با عزم راسخ و تعهد به گفتگو و دیپلماسی، امید به آینده‌ای روشن برای همه وجود دارد. ممنون که این کتاب را تا آخر خواندید.